با آرزوی سلامت و شادی شما، امیدواریم مجموعه برنامه‌های گلچین هفته مورد توجهتان قرار گرفته باشد و این برنامه بتواند در راه معرفی و شناساندن آثار خوب موسیقی ایرانی موفق گردد. یکی از وظیفه‌هایی که واحد موسیقی رادیو به عهده گرفته، بازسازی تصنیف‌های قدیمی است که در سال‌های دور گذشته روی صفحه گرامافون ضبط شده و متاسفانه به علت ابتدایی بودن وسایل فنی آن روزگار و کهنگی صفحه‌هایی که باقی مانده، امروز قابل شنیدن نیست. تولید موسیقی رادیو سعی می‌کند با دقت و امانت کامل این تصنیف‌ها را دوباره تقریباً در همان حال و هوا اجرا کند. فریدون ناصری، دوست گرامی ما، مسئولیت این کار را به عهده گرفته و محمود ذوالفنون با وی همکاری می کند. اولین تصنیف انتخاب شده ترانه است در افشاری با صدای پروانه. در اجرای تازه این ترانه، هنرمندان جلیل شهناز، اصغر بهاری، منصور صارمی، حسن ناهید، ابوالقاسم داروغه، ناصر ابو ترابی و جهانگیر ملک همکاری داشتند. قسمتی از اصل ترانه را که با صدای خانم پروانه ضبط شده است بشنوید. و حالا به همین ترانه که جدیداً با صدای خانم پوران بازسازی شده توجه فرمایید. Thank you.
اجرای تازه ترانه قدیمی صبح شد باز را با صدای خانم پوران شنیدید. پوران از خوانندگان پرسابقه گل هاست و اغلب ترانه های عارف و شیدا را با صدای خوب او شنیده ایم. یکی از ترانه هایی که پوران در سالهای پیش خوانده و هنوز زنده و زیباست ترانه ایست از ساخته های جهانبخش پازوکی به نام دستی نگیرد دست من که می شنوید. این هفته مصادف بود با سال روز درگذشت دو تن از هنرمندان بزرگ موسیقی و شعر ایران. خالقی و رهی از یاران و همکاران عزیز رادیو بودند و هنوز پس از سالها جایشان خالی است و یادشان گرامی. مرحوم خالقی دارای آهنگ‌ها و کارهای ارکستری و همچنین نوشته‌ها و کتاب‌های فراوانی هستند که اکثر شنوندگان عزیز از آنها آگاهی دارند. یکی از کارهای پخش نشده شادروان روح الله خالقی آهنگی است به نام می ناب بر روی غزلی از حافظ. این آهنگ 14 سال پیش به رهبری شادروان خالقی با صدای بنان ضبط شده و امروز
پس از 14 سال برای اولین بار از این برنامه پخش می شود. از شادروان رهیه معیری غزلها و ترانه های فراوانی شنیده ایم که هر کدام از بهترین نمونه های شعر و ترانه معاصر است. آخرین ترانه ای که از رهی باقی مانده شعری است که بر روی آهنگی از علی تجویدی ساخته و در بستر بیماری به پایان رسانده است. ترانه میمیرم را با صدای خانم حایده و شعر رهی میشنویم. از عروسی حرف بزنیم. این اصطلاحی است که مردم گیلان برای عوض کردن روحیه مجلس به کار می‌برند و از غم و ناگواری به شادی و خوشی رو می‌کنند. با ذکر ضرب المثل گیلانی بسیار بجاست که ترانه گیلکی می گیلان با صفایه را با صدای منتشری بشنویم. منتشری این ترانه را هفته گذشته با ارکستر سازهای ملی خوانده است. Never been on the show.
بیا بشین سهرامیان این رو جوان هم بدین 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 بیا بشین سهرامیان این رو جوان هم. در هفته گذشته ارکستر سازهای ملی ترانه محلی کمرشل را با صدای شهابی ضبط کرده است. ملودی این ترانه از آهنگهای بومی و قدیمی کردستان است که با شعر توصیفی و زیبایی که در وصف معشوق ساخته شده است می شنوید. ترانه محلی کمرشل با صدای شهابی. ترانه کردی کمرشل را با صدای شهابی شنیدید. ترانه تازه دیگری داریم که سیما بینا خوانده است.
آهنگ این ترانه را حسن یوسف زمانی ساخته و سیروس شهردار آن را برای ارکستر تنظیم کرده است. شعر این ترانه از آذر صرافپور است. صدای تو را که سیما بینا خوانده و با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی اجرا شده شنیدید. از شما دعوت می‌کنیم به رنگ ماهور از ساخته‌های فخرالدینی توجه فرمایید.
برنگ ماهور را شنیدید. حالا برنگ دیگری از ساخته های روح الله خالقی گوش کنید. تا برنامه آینده گلچین هفته به خدایتان می سپاریم و برایتان روزگاری خوش آرزو.